با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم، رئیس بیمارستان النصر در شمال غزه. در طی مصاحبه‌ای که با CNN داشت مطرح کرد که تانک‌های اسرائیلی این بیمارستان رو محاصره کردند و حملات به مراکز بهداشتی در نوار غزه نیز ادامه داره. او گفت ما نه برق داریم، نه دارو داریم، نه آب داریم و نه اکسیژن برای بیماران. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای حماس خود را زیر ساختمان‌های غیر نظامی پنهان می‌کنند و اونها هر جا لازم باشه به حماس حمله خواهند کرد. مطابق آمارایی که تاکنون منتشر شده، شمار قربانیان در نوار غزه به بیش از 11,000 نفر افزایش پیدا کرده که از این تعداد بیش از 4,500 نفر کودک جان خودشون رو در جنایتی که بر علیه بشریت در نوار غزه داره صورت میگیره از دست دادن. از طرف دیگه بیش از 27,000 نفر نیز در این جنگ زخمی شدن. هم اکنون همه دنیا چشمش به نوار غزه دوخته شده، چشمش به جنایتی که بر علیه بشریت توسط اسرائیل داره در این منطقه صورت میگیره دوخته شده و قلب همگان از این جنایتی که داره صورت گرفته به درد اومده و در کنارش توف میندازن به دولتی که ادعای دموکراسی دارن و توف میندازن به دولتی که دم از حقوق بشر میزنن، ولی عملا نه تنها چشم خودشون رو، چشمانشون رو بر این جنایات بر علیه بشریت در این منطقه بستن، بلکه با تمام قدرت از اسرائیل حمایت میکنن. در برنامه امروز رو در رو ما با آذر ماجدی و علی جوادی خواهیم بود و نگاهی میاندازیم به این جنگ خانمانسوزی که همکنون در خاورمیانه در جریان بر علیه مردم در غزه، به این کشتاری که داره صورت میگیره، و همچنین نگاهی میاندازیم به سیاست‌های دول مختلف و اینکه سرنوشت این جنگ چه خواهد شد و اینکه موزل مردم فلسطین چگونه میتونه پاسخ بگیره. نظرات مهمانان برنامه امروز آذر ماجدی و علی جوادی رو جویا میشیم. با سلام به شما آذر ماجدی عزیز و با تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا در برنامه امروز رو در رو ما با شما باشیم. با تشکر از دعوتتون، روز شما علی جوادی و تمام بینندگان عزیز خوش. ممنون از شما علی جوادی عزیز، با سلام به شما و با تشکر که در برنامه دیگری از رو در رو ما با شما هستیم. متشکرم به شما و به بینندگان. به آذر ماجدی سلام گرم دارم. ممنون از شما آذر عزیز. من سوال اول رو با شما شروع بکنم. همینجوری که در مقدمه گفتم، در دلایلی که اسرائیل میاره و در ارتباط با جنایتی که بر علیه بشریت در نوار غزه داره صورت میگیره، از این میکنه که حماس خودش رو در بیمارستان ها و مدارس پنهان میکنه و اونا مجبورن که این مناطق رو بزنن. نظر شما در ارتباط با این دلایلی که دولت اسرائیل میاره جویا میشه؟ اینا پوچه، اینا دلیل نیست، اینا یه سری توجیهات پوچه. هم خودشون میدونن، هم دولت‌های حامیشون میدونن، هم الان بخش وسیعی از مردم جهان علارغم سانسور رسانه‌های بسرستی لاقل تو قد این رو میدونن. حتی اگر واقعی بود، حتی اگر تونل‌ها بود و اینها رفته بودن، طبق هیچ قانونی، حتی قانون سازمان ملل خودشون، این کار جنایت جنگی محسوب میشه. طبق هیچ تا تمدنی که تا الان تا اومده بود جلو تو این دنیا، تمام حرکات، تمام این حملات و یورش های اسرائیل رو به عنوان جنایت جنگی میشناسه. شما حتی لازم نیست برید راجبش بررسی کنید و تحقیق کنید. بیش از 11,000 نفر انسان رو کشته، 25,000 نفر رو معلول و مجروح کرده، بیمارستان ها رو زده، مدارس رو زده، ساختارهای جامعه رو زده، خونه ها رو بیرون کرده، داره تخلیه میکنه، داره تمام اون منطقه رو پاکسازی انسانی میکنه. و با این توجیهی که پوچ بودنش از سر رو پاش میریزه،
که حماس اونجا زیر اینجا تونل داره اونجا، و به نظر من یه بار دیگه ما میبینیم و چقدر حماس ابزار خوبیه تو دست اسرائیل و تو دست دولت‌های ناتو حامی اسرائیل برای که این کشدار رو، این نسل کشی رو، این پاکسازی انسانی رو توجیه بکنه. ممنون از شما علی جوادی. نظر شما در ارتباط با این که اسرائیل میگه من این مناطق رو میزنم برای اینکه حماس خودش رو تو بیمارستان ها و مدارس قایم کرده و من مجبورم که این مناطق رو بزنم؟ اجازه بدین قبل از اینکه من به این مسئله پاسخ بدم، یه نکته در صحبت های شما اول بود که شاید سهواً گفتین، متوجه نشدم، که اینایی که ادعای دموکراسی دارن چنین جنایتی رو میکنن. منظورم این متوجهم سهواً شاید گفته شد، ولی موضوع خوبیه. منم احساس کردم که تو پخ ولی موضوع خوبیه که آدم اتفاقاً بپردازه. اتفاقاً دموکراسی در خود میتونه چنین جنایتهایی رو قرار بده، جا بده. اتفاقا تاریخ حکومت‌های دموکراسی در کشورهای غربی تاریخی در عین حال مملو از جنایت، مملو از کشتار، مملو از قتل عام در عین حال هست. ببینید دموکراسی در معنای پایه‌ای خودش یعنی اینکه حکومت مشروعیت خودش رو از الهیات نمیگیره، از خون و اشرافیت نمیگیره، بلکه از رأی مردم میگیره. حتی تعریف اینکه مردم چه کسانی هستند در طول تاریخ عوض شده بر اثر مبارزاتی که در جامعه جریانات مترقی آزادیخواه انجام دادند. زمانی در آمریکا سیاهان انسان محسوب نمی‌شدند، انسان‌های درجه سوم، چهارم، پنجم شاید محسوب می‌شدند. زنان فاقد حق رأی بودند، غیره و غیره. مرد سفید صاحب به اصطلاح مایملک و زمین بود که صاحب رأی بود. اما این حکومت‌ها دموکراسی بودند. همون جنایتی رو که دموکراسی آمریکا در ویتنام انجام داد، در هیروشیما و ناکازاکی انجام داد، در عراق انجام داد، در افغانستان انجام داد، هیچ کدومشون نافی این نیست که اینها دموکراسی نبودن. میدونم پاسخ شما نیست، ولی پاسخ کسایی است که فکر میکنن توهمات یا دخیل بستن به حکومت‌های دموکراسی، گویا دموکراسی با جنایت‌هایی که اینا انجام میدن در تناقض است. به نظرم اینطور نیست. حتما میتونیم بیشتر در رابطش صحبت کنیم. ولی اینکه اسرائیل ادعا میکنه، آذر ماجدی پاسخ داد، اسرائیل اگر حماس هم اونجا نبود بیمارستان هم میزد. اگر حماس چی، اگر شیطان هم اونجا، هیچی اونجا نبود، این سیاستشون مبنی بر یک کشدار دست جمعی استوار شده. قراره که پاکسازی بکنن، قراره که غزه جایی برای سکنای مردم آواره شده فلسطین نباشه، قراره که به اصطلاح تماما پاک بشه، نابود بشه. وقتی که میزنن با بمب ها، بعدش با بولدوزرها میرن تخلیه میکنن، پاکسازی میکنن که جایی برای امکان سکنا گزیدن مردمی وجود نداشته باشه. ولی بیایم خود این مسئله رو باز کنیم. ببینید در طول جنگ ها آستانه این که چه جنایاتی یا چه اقداماتی در جنگ صورت میگیره عوض شده. کنوانسیون ژنو قطعنامه هایی داره که سازمان های بین المللی مثلا انجام دادن. بعد از جنگ اول جهانی گفتن شما نمیتونید بمب شیمیایی بزنید. بمب شیمیایی به طور مشخصی تمام مردم رو میکشه، نابود میکنه و غیر. اسرائیل داره بمب فسفوری میزنه که همه رو میکشه، فقط حماس نیست، هر جنبنده ای رو میکشه، سگ و گاو و گوسفند هم میکشه، همونطوری که نوزادی رو میکشه که داره چشم باز میکنه توی اون منطقه. و بعدم نگاه بکنید، اینا مصادیق بارز جنایت جنگی هستن. نگاه بکنید وقتی که راجب سپر انسانی صحبت میکنن، مسئله کاملا متفاوته. سپر انسانی موقعی به اصطلاح معنی میده که یه جریان جنایتکار مانند حماس یه مرکز نظامی رو بگیره، بعد بیاد آدم روش درش بذاره، انسانهای عادی رو بذاره که مانع این بشه که طرف مقابل به اصطلاح بمباران بکنه، مانع این بشه. ولی یه جایی که خودش بنا به قاعده بیمارستانه، فونکسیون اصلیش به اصطلاح درمانه، اینجا نباید به هیچ عنوان، مستقل از اینکه چه بنی بشری توش میره و میاد و غیره یا دورش وجود داره، باید بمباران بشه. مدارس نباید بمباران بشن، مراکز اینچنینی نباید بمباران بشن، آمبولانس ها نباید به اصطلاح بمباران بشن، مستقل از اینکه چی میتونه توش باشه چی میتونه توش نباشه. اینا جزء به اصطلاح قوانین جنگی هستند و در جنگ جنایت جنگی معنی میده و اینا مصادیق بارز جنایت جنگی هستند که دولت اسرائیل داره انجام میده. این یک سیاست نسل کشی، یک سیاست جنایتکارانه است. ببینید اگر دولت هیتلر، دولت نازیست،
کوره های آدم سوزی را برپا کرد، آیا طرف مقابل مجاز بود کوره های آدم سوزی برپا کنه؟ یعنی جنایتی به همون میزان انجام بده؟ آیا مجاز بود؟ آیا من و شمایی که مخالف اعدام هستیم و یه نفر مرتکب قتل میشه مجاز هستیم که قتل دولتی رو به اصطلاح مجوز براش صادر کنیم؟ انسانیت و بشریت جای دیگه قرار گرفته. آستانه به اصطلاح این چنین اقداماتی کاملا عوض شده به خاطر تلاشایی که بشریت متمدن انجام داده. تمدن انسانیه. ببینید امروز به این فکر میکردم، میبینم دارم زیاد صحبت میکنم ولی اجازه بدید معذرت میخوام از پیش در ذهن. کودکان توی بیمارستان ها میگن 550 هزار نفر، رقمش یادم رفته، چه تعداد دارن متولد میشن. و میدونید اولین کاری که کودک میکنه چیه؟ گریه میکنه. چشمشو که باز میکنه به این جهان با گریه شروع میکنه. من نمیدونم چرا اون کودک چشمشو میخواد باز کنه تو غزه، تو بیمارستان الشهید یا تو بیمارستان دیگه. برای چی؟ این به جامعه چی براش داره؟ چی براش به هر مقام میخواد بیاره که با صدای به اصطلاح گریه خودش آغاز و تولد خودشو به جهان معاصر به اصطلاح اعلام کنه؟ مش اون جایی که اون داره متولد میشه نابوده. حکم نابودیش رو به پیشونیش از همون ابتدا زدن، تو همون بیمارستانی که دارن بمبارانش میکنن و اینا دارن مجوز صادر میکنن برای همچین چیزی. این واقعا دردناکه، این واقعا تکون دهنده است. اسرائیل مستقل از اینکه حماس اونجا باشه نباشه، سیاستش مبتنی بر پاکسازی، نابودی و به اصطلاح کنترل بعدی این منطقه هستش و این جنایت عظیم علیه بشریته. ممنون از شما آذر ماجدی عزیز. نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز اخیراً صورت داد از این صحبت کرد که ما به دنبال حکمرانی بر غزه نیستیم، به دنبال اینکه اونجا رو هم اشغال کنیم نیستیم، بلکه می‌خوایم برای غزه و خودمون آینده بهتری رو رقم بزنیم. شما نظرتون راجع به این صحبت نتانیاهو چیه و به نظر شما هدف اسرائیل در ارتباط با حمله به غزه و اینکه قطع کردن غذا، برق، سوخت و کلی مسائل دیگه هدفش رو آیا صرفا مسئلهش از بین بردن حماس و یا بیشتر از این؟ بفهم این که نتانیاهو تو مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز این مسئله رو گفته، من فکر میکنم که تحت فشار شرایط جنبش اعتراضی اخیر هست. میدونیم که میلیون ها نفر تو دنیا اومدن و با حرارت از حق مردم فلسطین دفاع کردن و اسرائیل رو و جنایتش رو و نسل‌کشیش رو محکوم کردن. تو خود اروپای غربی و آمریکا که بعضن این تظاهرات ها ممنوع شده بود این انجام شد. من فکر میکنم که نتانیاهو خواسته اونجا یه چهره یه خود چیستری به خودش بگیره که بتونه شاید فضای تبلیغاتی رو تغییر بده برای اینکه جب به شدت علیه اسرائیل برگشته. ولی اینها از اول این هدفشون بوده که غزه رو پاکسازی کنن و غزه رو اشغال بکنن. دو سه بار تا حالا تو طی این مدت هم غزه اشغال شده بود. دهه 70 میلادی قرن پیش اشغال کردن، بعد وقتی مذاکرات صلح انجام شد کشید بیرون اسرائیل به خاطر نتیجه اون مذاکراتی که قرار بود دو دولت مستقل رو داشته باشن که کرانه غربی غزه و اورشلیم شرقی بشه فلسطین. به دنبال این که از غزه اومد بیرون، ولی از اول قرن 21 شما نگاه کنید مدام به غزه حمله کرده، مدام بمباران کرده، هر دفعه چند هزار نفر رو کشته. از سال 2008 تا حالا این بار سوم یا چهارمشه که داره به غزه حمله میکنه. حالا به لبنان اینام که حمله کرده کاری نداریم. یک هفته بعد از اینکه بعد از یعنی 14 اکتبر، یک هفته بعد از آغاز این نسل کشی، وزارت اطلاعات اسرائیل یه سندی رو منتشر کرد بر مبنای نقشه‌ای که دارن که این هست که کامل غزه رو تخلیه کنن، تمام ساکنین غزه رو، هر چیزی که بعد از بمباران ها و جنگ و باقی میمونه رو بفرستن به صحرای سینا
اونجا اول کمپ های چادری بزنن و بعد یه کمپ مثلا دائم مثل صبرا و شتیلا که تو لبنان هست یا توی اردن کلی کمپ های پناهندگی فلسطینی ها هست، قبلا غزه بود، حالا تبدیل میشه به صحرای سینا و به این ترتیب غزه رو اشغال کنن. تاریخا نقشه های دیگه هم اعلام شده که برای غزه بوده که حالا من وارد اونا نمیشم، ولی تو همین این سند رو ویکیلیکس پیدا کرده و منتشر کرده، خیلی خیلی روشنه که این نقشه اسرائیل هست. این که الان زیر فشار اعتراضات مجبور شد دو تا پله بیاد عقب، این رو باید دید، ولی هنوز داره میده که کامل تخلیه کنه. تمام این بحثایی هم که در پاسخ به سوال پیش هم راجبش صحبت کردیم که زیر این هست و زیر اون تونل هست و زیر اون و داره با خاک یکسان میکنه، با خاک داره غزه رو یکسان میکنه، فقط نمیره که بگیم حالا حتی اگر توجیهش یه ذرم توش با حقیقت وجود داشته باشه. این نقشه و هدف اسرائیل که کاملا توسط آمریکا و ناتو داره ازش حمایت میشه، حمایت مالی، معنوی، نظامی، سیاسی، همه جوره داره حمایت میشه، این هست که غزه رو به طور کامل از مردم ساکنین کنونیش پاکسازی بکنه، تخلیه بکنه و بعد اون رو اشغال بکنه. حالا تو اون غزه بعد از اینکه اشغال کرد چه نقشه هایی رو داره، ستلمنت میخواد بیاره، کارهای دیگه میخواد بکنه، هم اینها رو باید دید. این هدف اسرائیل، این پرده آخر یک نقشه طولانی مدتی که از حدود 20 سال پیش شروع کرده، قدم به قدم برده جلو و الان داره به نظر من پرده آخرش رو بازی میکنه و به همین خاطر هست که علارغم این همه اعتراض، این همه فشار، هنوز داره میجنگه و هنوز آمریکا و کشورهای غربی حاضر نیستن بهش بگن که جنگ رو پایان بده و هنوز دارن ازش حمایت میکنن و هنوز رسانه های بسترستی دارن از اسرائیل تو این جنگ دفاع میکنن، برای اینکه میخوان این نقشه تا آخر بره جلو، مگه اینکه انقدر فشار زیاد بشه که مجبورشن یه جا قبلش کوتاه بیان. ولی نگاه کنید الان یک ماه بیشتره، از 7 اکتبر الان 11 نوامبره و اینا هنوز دارن میکوبن و هنوز دارن بمباران میکنن و هنوز دارن میکشن و ویران میکنن. ممنون از شما. علی جوادی، نظرتون راجع به صحبت نتانیاهو که گفته ما نمیخوایم حکمرانی بر غزه داشته باشیم، اونجا هم نمیخوایم اشغال بکنیم، بلکه میخوایم آینده بهتری رو برای خودمون و برای غزه رقم بزنیم. نظرتون که آخر صحبتتون شروع کنم، آینده بهتر هر زمان که دوری از مسابقه جنایت و کشتار و قتل عام و پاکسازی قومی صورت میگیره، اتفاقا آینده بهتر چه برای مردم اسرائیل چه برای مردم فلسطین تیره و تارتر میشه و تبدیل به کابوسی میشه در مقابل این مردم که دارن اونجا زندگی میکنن. نه سیاست های حماس تونسته و حماس ذره ارزش برای مردم غزه به اصطلاح قائل نبوده و سیاست های اسرائیل هم نشون داده که ذره برای مردم اسرائیل ارزش قائل نبوده و سیاستاش نتونسته امنیت، آرامش، صلح رو بیاره، چرا که خودشون نیروی ضد صلح، ضد انسانی هستن. هر بمبی که در اونجا منفجر میشه، هر فرزند فلسطینی که چشم باز میکنه و تو این شرایط بزرگ میشه، میتونه اسیر دست جریانات بدتر از حماس و اسلامیستا بشه که تبدیل بشه به یک نیروی انفجاری تو اون منطقه. این آینده بهتری رو ایجاد نمیکنه. این اقدامات آینده بدتر، تیره تر، تباهتر، ضد انسانی تری رو به وجود میاره که اتفاقا جنایت و کشتار دیگه رکن تداوم یافتش خواهد بود. ببینید اینا هدفشون، مسئلهشون پاک کردن صورت مسئله فلسطینه. میخوان صورت مسئله فلسطین رو پاک کنن. قبلا هم در کابینه به اصطلاح اسرائیل نتانیاهو گفته بود اگر میخواهید که کشور مستقل فلسطینی وجود نداشته باشه، اجازه بدید قطر و غیره به حماس کمک کنن و اینها ابزاری میشن برای اینکه ما بتونیم نابود کنیم، از بین ببریم و به اصطلاح مسئله وجود کشور مستقل فلسطینی در کنار کشور اسرائیل رو کلا از دستور و از صورت مسئله رو بتونیم تمام کنیم و از بین ببریم. اینا هدفشون به اصطلاح
اساسا از بین بردن این مسئله هست. بعد از غزه میرن سراغ کرانه باختری و اقدامات خودشون رو به بهانه های مختلف در اونجا انجام میدن و همونطوری که میبینیم الان شهرک نشین ها با چه دست بازتری دارن تعرض میکنن و به اصطلاح حتی روزنامه دست راستی اکونومیست مجبور میشه میگه این شهرک نشین ها دیگه تبدیل شدن به موی دماغ برای جامعه بشری و تعرض خودشون رو گسترش میدن و همین سناریو رو در اشکال دیگه در کرانه باختری دنبال خواهند کرد. اینا مسئلهشون هست به صورت مسئله اسرائیل هست، هست به صورت مسئله فلسطین هست با جنایتی که دارن انجام میدن. آذر مجدی، برخی از دول غربی از آتش بست بشر دوستانه و موقت صحبت میکنن و خواهان این هستن که دولت اسرائیل دست به این آتش بست موقت بزنه. از طرف دیگه نتانیاهو در همین مصاحبهش با فاکس نیوز مطرح کرده که بدون آزادی گروگان‌ها با برقراری آتش بس موافقت نخواهد کرد. نظر شما رو راجع به این طرح می‌خواستم جویا بشم و همچنین راجع به برخوردی که نتانیاهو راجع به این خواست مطرح کرده. ببینید، من هم مقاله‌ای در این مورد نوشتم، آتش بس کافی نیست. مسئله اینه که راه حل واقعی مسئله فلسطین چیزی هست که انسانیت آزادی خواه و انسان دوست خواهانش هست و باید ما دنبالش باشیم. بحث آتش بس بشر دوستانه که واقعا رقتباره. تمام چیزی که الان دولت‌های جهانی میتونن فشار بیارن به اسرائیل انجام بده، آتش بس بشر دوستانه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه دو سه روز، چهار روز یه آتش بس اعلام میکنن تا سازمانای دکترا و سازمانای جهانی که مثلا خیلی و غیره بیان اجساد رو جمع کنن، مجروح ها رو ببرن بیرون، اینا دوباره بیان بزنن بکشن تا دوباره اجساد اونجا جمع بشه. اتفاقا با رئیس دکترای بیمرز مصاحبه رو من میشنیدم که این خانم همینو میگفت، میگفت آتش بس خوبه ولی کافی نیست. این چهار روز میذارن، ما میایم اینا رو جمع میکنیم، میریم توی فضای باز بدون امکانات، سعی میکنیم اینا رو مثلا معالجه کنیم، درمان کنیم، دوباره همین بساطه. این آتش بس بشر دوستانه است که باید بهش گفت توف بروتون، توف بروتون. بعد از نزدیک 35 روز، 36 روز بمباران، تانک، کشتار، ویرانی، تازه شما دارین راجع به آتش بس بشر دوستانه حرف میزنید. حتی آتش بس یعنی چی؟ آتش بس معناش فقط این میتونه باشه دو تا ارتش، دو تا دولت دارن با هم میجنگن، بعد میایم میگیم بشینین پای میز مذاکره قرار بزنیم آتش بس. اینجا یک جنگ یه طرفه است، یک کشتار داره مدام میزنه میکشه. جنگی نیست، دولتی نیست، ارتشی نیست که بخواید شما برید مذاکره کنید سر آتش بس. ناتو در رأسش آمریکا میخوان جنگ ادامه پیدا کنه. این جنگ در قالب و در استراتژی ژئوپلیتیک و آمریکا و ناتو در شد قرار داره، میخوان ادامه پیدا کنه از نظر نظامی کامل. هر سلاحی رو میخواد در اختیارش میذارن، کمک مالی میکنن، ازش حمایت میکنن، جلوی توقف جنگ رو میگیرن، جلوی هر نوع حرکتی رو که بخواد این آدم کشی رو، این نسل کشی رو پایان بده دارن میگیرن. بحث آتش بس به این شکل مطرح میکنن، یه ژست بشر دوستانه دارن به خودشون میگیرن که جواب مردم خودشون رو بدن که صداشون در اومده. تو لندن هر هفته تظاهرات، یه بار 500,000 انسان اومدن تو خیابون، پلیس ریخته میگیره. این فضا داره عوض میشه. دنیا مسئله جنایت اسرائیل وسیعا در قلب مردم جهان به اصطلاح به درد آورده و اینا الان دارن این بحثا رو میکنن که یه مقداری اون فضا رو آروم بکنن. ما باید خیلی روشن بگیم آتش بس یعنی چی. اسرائیل باید جنگ رو همین الان خاتمه بده، از غزه بیاد بیرون و بعد ما حمایت های بین المللی برای مردم فلسطین و بریم سر محکوم کردن اسرائیل و حل مسئله فلسطین. این قضیه قراره همینجور اینطوری میخوان، نمیدونم تا کی میخوان دیگه، یه دونه انسانی که
عقبش فلسطینی بودن باقی بذارن توی اون منطقه، همه رو دارن از بین میبرن، همه رو دارن میکشن. علی جوادی، نظرتون راجع به آتش بست موقت که برخی دول‌های مختلف مطرح میکنن و از طرف دیگه صحبت نتانیاهو که اگه گروگان‌ها آزاد نشن ما با آتش بست موقت نیز توافق نخواهیم کرد؟ ببینید، این آتش بست اسمشو گذاشتن بشر دوستانه. من فکر نمیکنم زیاد دلشون برای بشری که توی غزه صورت داره کشته میشه زیر این جنایتایی که دولت اسرائیل انجام میده سوخته باشه. صرفا یک اسم به اصطلاح فانتزی برای یک سیاست ضد انسانی هستش که دارن میذارن. بشر دوستانه است. اینا نگرانیشون مسئله مردم کشته شده تو فلسطین نیستش. دولتاشون دارن حمایت میکنن، همونایی که دارن به اصطلاح امکانات نظامی رو برای دولت اسرائیل فراهم میکنن، ارتشای خودشون رو بردن جلو، حالا میخوان این اسمو بذارن و انتظار دارن من و شما هم قبول بکنه. مسئله شون اینه که از ابعاد گسترده تر شدن ابعاد این جنگ میترسن، از این کشمکشی که الان صورت گرفته نگران این هستند که آیا کشورهای منطقه هم ناچارن یا در وضعیتی قرار داده بشن که بخوان در جنگ دخالت بکنن، لبنان مثلا یا حزب الله یا برفرض کشورهای دیگه، ابعاد این چنینی پیدا بکنه که نتونن دیگه کنترلشون بکنن. میخوان مسئله رو به درجه کنترل شده تر به پیش ببرن. اگر نه، هدف از آتش بس موقت بشر دوستانه به معنای قطع جنگ نیست، به معنای ادامه جنگه، به معنای شاید طولانی تر شدن جنگ هم معنی بده، به معنای اینکه بخوان بگن جست و ظاهری هم برای افکار عمومی جامعه بشری ایجاد بکنن، فراهم بکنن که ما داریم به اصطلاح اقداماتی رو انجام میدیم. این جنگ باید متوقف بشه. این کشتار انسان هاست، این نابودی انسان هاست، نابودی یک نسل از مردمی هستش که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن، آواره بودن، آواره تر دارن میشن و دارن از بین برده میشن. این که نتانیاهو اینو منوط میکنه به آزادی گروگان ها، این هم یک ترفند سیاسی. حتی اگر گروگان ها آزاد بشن، که به نظر من باید همه آزاد بشن، نه تنها گروگان ها آزاد بشن بلکه تمامی زندانیان 5000 زندانی که به اصطلاح در اسرائیل از سران جریانات سیاسی گرفته باید آزاد بشن، زندانیان سیاسی و غیره، باز هم این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. سیاست اسرائیل مستقل از این که چقدر به اصطلاح گروگان گرفته بشن یا نشن پیش برده میشه تو این دوران. مسئله شون نابودی کلن غزه و در این حال در کنار شاید نابودی حماس به مثابه یک سازمان خواهد بود، ولی چه آینده پیش در مقابل هست مسئله کاملا متفاوتیه. من به نظرم اینا اساسا مسئله شون این است که با افکار عمومی مواجه شدن که بشریت از یک دوره به اصطلاح یک هفته دو هفته ای که گیج سری میخورد بر اثر جنایت حماس بیرون اومده، گرد و خاکای اولیه خابیده، میبینن که کشتار و جنایتی که حماس انجام داد یک مسابقه کشتار و جنایت بسیار وحشیانه تر رو به اصطلاح دامن زده و اسرائیل در اینجا پیش قدم هست و الان در مخمصه دارن میفتن، نمیدونن که چه پیش به اصطلاح آینده‌ای برای خاورمیانه و غیره میتونه براشون وجود داشته باشه و خاورمیانه میتونه کنترلش از دست بره تا اونجایی که به این نیروها برمیگرده. اینا مسائلی است که به اصطلاح براشون اهمیت داره. اگر نه جان آدمیزاد برای کسی که در عین حال داره توپ و تانکش رو تعمیم میکنه شوخیه که آدم باور کنه دلشون برای اینا سوخته. آذر مجدی، بالاخره ابعاد این جنگ چقدر طول خواهد کشید، به کجا کشیده خواهد شد و بالاخره چه خواهد شد آینده سر این جنگی که همکنون در جریان؟ بفرمایید. اگه اجازه بدید من یادم رفتم مورد گروگان ها بگم. ببینید، اولا این مسئله گروگان ها به قول انگلیسی خیلی کانتروورشیال و بحث برانگیز هست. از همون ابتدا گزارشات زیادی بود که بخش زیادی از گروگان ها رو ارتش اسرائیل کشته، چه با بمباران چه با حمله تانک. تعدادی از گروگان هایی که آزاد شده بودن یا در کلیپ هایی یا حتی در مصاحبه با رادیو اسرائیل این مسئله رو گفته بودن که بعد مصاحبه رفته بود. در نتیجه این بحث گروگان ها خودش خیلی مسئله یه هست که بحث زیادی هست و اسناد زیادی هست که بخش زیادش رو خود ارتش اسرائیل کشته یا بعضا که داشتن فرار میکردن از پشت زدتشون گفته نمیتونستیم ببینیم که اینا نیروی نظامی هن یا سیویل هستن. و بعد همون اوایل حماس
یه پیشنهاد 3 روز آتش بس داد که گروگان‌ها آزاد بشن. اسرائیل نپذیرفت. درش این بحث گروگان‌ها یه بحث فقط برای اینکه بتونه مسئله رو منحرف بکنن، بتونن یه به خودشون یه توجیهی بدن تا بتونن این کشتار رو ادامه بدن. تا کی طول میکشه؟ چقدر طول میکشه؟ اینها سوالای بسیار بازی هست که امکان نداره که بشه پاسخ قطعی بهش داد. منتها اون چه که مسلمه، اسرائیل اصرار داره که این نقشه رو به پایان برسونه و آمریکا و غرب هم کاملا داره ازش حمایت میکنه. این نقشه چقدر طول میکشه تا به آخرش برسه؟ الان شمال غزه رو تخلیه کرده، به جنوب غزه گفته مردم باید برن بیرون. اونجا چقدر طول میکشه تا اینکه کامل تخلیه بشه؟ آیا میتونه مثلا 4 هفته دیگه این کشتار رو ادامه بده یا اینکه منفجر میشه شرایط؟ به قول علی جوادی تو منطقه فضا تغییر کنه. ببینید توی خاورمیانه شما 6 تا کشور دارید که کاملا سناریوی سیاه به قول توش برقراره، اصلا هیچ زندگی وجود نداره، همه مدنیتی از توش رفته. افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، سوریه هنوز یه تیکش داره، هنوز یه چیزایی مونده باشه، لیبی، یمن. خب شما این 5 تا کشور رو دارید تو این وضعیت قرار گرفتن. فلسطین تو این شرایط هست، مصر و بقیه کشورهایی که تو اونجا هستن همه تو جیب آمریکان. الان یه ذره شاید عربستان سعودی داره سعی میکنه یه جستای به اصطلاح مستقلی به خودش بگیره، ولی عمدتا تو جیب آمریکا هستن. منتها این جنگ این دفعه باعث شد که هم دولت اردن هم دولت مصر جلو آمریکا و جلو اسرائیل موضع تون بگیرن. چرا؟ از ترس مردمشون. مصاحبه ملکه اردن با کریستیان امانپور تو CNN، موضع تندی که اون گرفته، این موضع این خانم ملکه‌ای که فلسطینیال اصله نیست، موضع دولت اردنه. همه چیشون نشستن حساب کردن یه موضع تندی علیه اسرائیل و علیه حمایت از اون و بحث نسل‌کشی رو مطرح کرده. مجبورن، در نتیجه ممکنه این معادلاتشون رو به هم بزنه، معادلاتی که دارن تا حالا آوردن رو به هم بزنه، هرچند که اینقدر ویران شده من نمیدونم دیگه چی کار دیگه میخوان باهاش بکنن. ولی به هر حال کوتاه کنم صحبتو، هدف اونه، هدف پاکسازی کامله. میتونن تا اون هدف پاکسازی کامل برن یا زیر فشار بین المللی مجبور میشن یه جای دوباره متوقف کنن. ولی مردم غزه دیگه به شمال غزه بر نخواهند گشت. یعنی حتی اگر الان متوقف بشه و جنوب رو نتونه کامل تخلیه کنه، اجازه نخواهد داد که مردم برگردن و دوباره تو شمال غزه خونه بسازن زندگی بکنن. این واقعیت الان هست، مگر اینکه دنیا بلند شه، مگر اینکه یک جنبش عظیم چپ رادیکال و انسان دوست بیاد وسط و اسرائیل رو و ناتو دولت‌های غربی رو زیر فشار بذاره، برای اینکه اسرائیل مجبور بشه عقب بکشه، مجبور بشه از یه بخشی از سرزمینایی که تو همین 20 سال اخیر اشغال کرده حداقل بیرون بکشه. اینها همه مسائل بازی هست، ولی به نظر میرسه که بازم. کدوم طرف میریم؟ به نظر من اینه که ما به طرف تاریک و سیاه داریم میریم. بله، ممنون از شما. علی جوادی، منصور حکمت مقاله‌ای داره در ارتباط با مسئله فلسطین در تحت عنوان از استقلال تا آزادی. تو اون مقاله مطرح میکنه که آزادی مردم فلسطین با استقلال متحقق نمیشه. یه مقدار راجع به این مسئله توضیح بدین که چرا آزادی مردم فلسطین با استقلال متحقق نمیشه. من چشمتما به این مسئله میپردازم. به اون مقاله به نظرم یه مقاله درخشانی هستش که مقولات متفاوتی رو سر جای خودش میذاره و پاسخ عینی و اصولی رو بهش میده. اما در رابطه با ابعاد و آینده این جنگ، اگه اجازه بدی منم یه چند کلمه بگم. ببینید، چند شب پیش به اصطلاح مناظره کاندیداهای حزب جمهوری خواه آمریکا بود. مسئله اصلی که درش صحبت میکردن این بود که سر مار در ایرانه، باید به ایران حمله کرد.
جمهوری اسلامی به ایران باید حمله کرد. من اتفاقا اون میخواستم ازتون بپرسم ولی گفتم بهتره این بحث رو شما هم جواب بدین تمامش بکنین و بعد من راجع به خود اون دیبیت که بین جمهوری خواهد ولی تا اونجایی که به ابعاد این جنگ برمیگرده، ببینید اگه دستشون باز باشه، اگر ترمزی در مقابلشون قرار داده نشه، اگر بشریت متمدن اعتراضاتی رو که در سطح جامعه اروپا، آمریکا و بعضن کشورهای دیگه مشاهده میکنیم گسترده تر نشه، فروکش بکنه، اینا جنایت بر علیه مردم فلسطین رو تا سرانجامش به اصطلاح به پایان خواهند برد، تا به سرانجامش که بتونن پاکسازی قومی بکنن و به اصطلاح خودشون رو به درجات زیادی از حل مسئله فلسطین و صورت مسئله فلسطین خلاص بکنن. چند هزار کشته میشن، ابایی ندارن از این که، و فرمولشو دارن، میگن ما اصلا تناسبی در رابطه با این که حماس چقدر کشته و ما چقدر میکشیم رو به اصطلاح قائل نیستیم و به اصطلاح این که مجازات باید تناسبی با جرم داشته باشه برامون نیست، هر چقدر لازم باشه میکشیم. مدافعانشون با چنین وقاحت جنایتکارانهی دارن صحبت میکنن، اگر دستشون باز باشه، اگر ترمزی در مقابلشون نباشه، ولی میدونیم اینطور نیست، دستشون باز نیست. جامعه بشری داره اعتراض میکنه، اعتراضات داره صداش بلند میشه، تظاهراتی که هفته پیش در واشنگتن برگزار شد به قولی 300 هزار نفر در اون شهر به اصطلاح شرکت داشتن در مقابل کاخ سفید و میگفتن این جنایت علیه بشریته و باید ابعاد این جنگ در این حال میتونه به ایران کشیده بشه و نیروهایی هستند که خواهان چنین سیاستی هستند، نه فقط در سطح نیروهای آمریکایی و غیره، بلکه در سطح اپوزیسیون دست راستی ایرانی تبلیغ میکنن، دارن به اصطلاح دنبالش هستن. حتی رضا پهلوی با این فرمول که سر مار که میپرسن ازش که در به اصطلاح ایران هست، میگه من خودم فرمول خودمو داشتم زودتر از نتانیاهو، شاید نتانیاهو از اون یاد گرفته که چش اختاپوس در ایران هستش و غیره. گوشه ای از واقعیت رو اشاره میکنن، اما در این حال دارن کد میدن برای اینکه حمله نظامی رو به اصطلاح بتونن مجوزش رو صادر بکنن، مشروعیتش رو صادر بکنن و غیره و غیره. به این اعتبار این مسئله رو باید در نظر داشت. اما تا اونجایی که به مقاله درخشان منصور حکمت برمیگره، ببینید مسئله فلسطین یکی از ناکامترین و یک شاید آخرین مسئله باشه، شاید آخرین مسئله که نه، یکی از دیرینه ترین مسائل ملی در سطح جامعه بشری هست، مسئله ملی، به این اعتبار که مردمی محروم از وجود یک کشور برای به اصطلاح داشتن حق تعیین سرنوشت خودشون هستن. در اونجا این مردم باید بتونن، این مردم رأی دادن با پاشون، با مبارزاتشون، با تاریخچه‌شون که میخوان کشور مستقل فلسطینی رو داشتن، مستقل از اینکه حالا تاریخ چی بوده، چه چقدر اتفاقاتی افتاده، به کنار، مردمی در یک سرزمینی خوان کشور حق تعیین سرنوشتشون به معنای این هستش که کشور مستقل فلسطینی داشته باشه. کشور مستقل فلسطینی راه حلش در اینه که دولت اسرائیل رو وادار بکنه، جامعه بشری، مردم در اسرائیل، متحدین اسرائیل رو وارد فشار بکنن که حق این مردم رو به رسمیت بشناسن، حق این مردم رو برای داشتن کشور مستقل فلسطینی به رسمیت بشناسن، استقلال. و به درجه ای که مسئله استقلال در فلسطین حل بشه، تازه مسئله آزادی، مبارزه طبقاتی، مبارزه اجتماعی، برای اینکه مردم در این حال آزاد و برابر باشن. استقلال به معنای آزادی مردم نیست، استقلال به معنای برابری انسان ها نیست، استقلال به معنای برخوردار شدن از یک حقوق یک کشور متعارف در کنار کشور اسرائیل با حقوق متساوی هستش. اما آزادی از نقطه نظر ما یعنی سوسیالیسم، آزادی یعنی اینکه صلح در اون منطقه بتونه مستقر بشه، آزادی یعنی که انسان ها برابر باشن و غیره و غیره، که ملزومات کاملا متفاوتی داره. حتی صلح هم ملزومات کاملا متفاوتی داره. صلح منوط به حل مسئله به اصطلاح کنار زدن جریانات جنگ طلب در هر دو سوی این معادله هست، چه در اسرائیل چه در فلسطین و غیره. اما استقلال مسئلهش به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در و اعمال فشار بر اسرائیل هستش. و به نظرم منصور حکمت با این توضیح درخشان خودش این مسئله رو پاسخ تاریخی و سیاسی روشنی رو بهش میده. آذر ماجدی، شما این مقاله درخشان منصور حکمت رو به انگلیسی پخش کردین، میخواستم نظر شما رو به این مقاله جویا بشم و اینکه منصور حکمت در این مقاله رو چی میخواسته انگوش بزنه. بفرمایید.
منم کاملا با علی جوادی موافقم که این مقاله خیلی کوتاست، خیلی روشن، مثل بیشتر حکم یه بیانیه رو داره که تلاش میکنه که مسئله فلسطین اون هسته اصلیش رو توضیح بده، شرایط رو توضیح بده، یه جواب انسانی برای مسئله پیدا بکنه و هم یک جواب پراتیک سیاسی و بعد یه جواب نهایی. به نظر من تفکیک بین این که مسئله استقلال و آزادی اینا و از نظر مردم فلسطین چه خواهد بود به نظرم نکته خیلی مهمیه و این دقیقا این سوسیالیسم، این مارکسیسمه، این کمونیسم کارگریه. بحثی که منصور حکمت داره میکنه، میگه مردم فلسطین اولین قدمشون برای به آزادی بتونن برسن این که اولین استقلاله رو باید داشته باشن، باید بتونن به عنوان یه ملت شکل بگیرن، حکومت خودشون رو داشته باشن، به عنوان یه ملت مستقل به رسمیت شناخته بشن تا بتونن تازه از اونجا به سوی آزادی حرکت کنن. این مسئله مانع این هست که بشه این کار انجام داد. و بعد بحثش از اینه که این حل این مسئله فلسطین، یعنی تشکیل دولت مستقل فلسطین، تازه راه این پیشه که نه فقط مردم فلسطین بتونن آزاد بشن، مردم اسرائیل هم به این معنی آزاد شدن از اینکه دارن به عنوان یه ملت ستمگر ظاهر میشن، داره چه ظلم و نسل‌کشی به اسم اونها داره انجام میشه، نفرت و کینه‌ای که سر مذهب و ملیت و قومیت اون منطقه رو انداختن، مسلمان و یهودی و مسیحی و عرب و غیر و ذالک، اینها رو باید ما بتونیم از بین ببریم. یه جامعه آزاد فقط جامعه‌ای هست که بتونه از اینها رو، این مسائل رو حاشیه کرده باشه. و به این معنا تموم میکنم الان، و به این معناست که اون وقت مسئله سوسیالیسم رو مطرح میکنه به عنوان آزادی فلسطین و کلن آزادی منطقه. ممنون از شما علی جواد. شما تو صحبت قبلیتون هم راجع به مناظره پنج نامزد جمهوری خواه اشاره کردین. تو این مناظره نیکی هیلی نماینده پیشین امریکا تو سازمان ملل از این گفت که نباید اجازه بدیم که نیروهای شبه نظامی هوادار ایران به ما در سوریه و عراق حمله بکنن، باید یه بار به اونا ضربه سخت بزنیم تا عقب بنشینن. و از طرف دیگه اسکات سناتور جمهوری خواه همونجوری که خودتون گفتین گفت سر ما ایرانه، سر ما رو باید برید. اگه پای جمهوری اسلامی به جنگ کشیده بشه به نظر شما چه سیاستی باید در این ارتباط اتخاذ کرد؟ ببینید، ما به همون شدتی که در این سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، به نظرم با همون شدت باید در مقابل حمله نظامی به جامعه به ایران بیستیم و بگیم که اتفاقا حمله نظامی به ایران متفاوت از حمله نظامی به عراق، نتایجش ولی یکسان خواهد بود، شیرازه جامعه رو میتونه در هم بشکنه، ولی در این حال میتونه جمهوری اسلامی وحشی تری رو باقی بذاره که به جون مردم بیفتن. حمله نظامی مبارزات مردم رو در جامعه قیچی میکنه، به مثابه یک مائده آسمانی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه که تعرض وحشیانه رو بر علیه مردم و جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه انجام بده و زخمی که به قول نیچه اگر به اصطلاح شما رو نکشه شما رو قوی تر میکنه. و این اون اتفاقی که میفته، ما تجربهش رو داریم، تجربهش رو دیدیم چگونه جنگ ارتجاعی ایران و عراق به اصطلاح محملی شد برای اینکه بتونن بزرگترین کشتارها رو در جامعه انجام بدن و بهانه ها رو به اصطلاح به دست داشته باشن که بتونن اپوزیسیون آزادی خواه و انقلابی خودشون رو سرکوب بکنن. همین جلو چشمون هست، اصطلاح حمله حماس به اسرائیل و کشتن مردم بیگناه چه بهانه ای ابزاری به دست نتانیاهو داد که مبارزات مردم در اسرائیل رو قیچی بکنه و کابینه نظامی خودش رو تشکیل بده و به اصطلاح همه رو به زیر پرچم فاشیستی ترین گرد بیاره. ما باید در مقابل این سیاست بیستیم، جریاناتی رو که به اصطلاح میخوان از ادامه این وضعیت رو به جامعه ایران بکشن افشای عمیق بکنیم. اینا دوستان مردم نیستن، اینا با خانه خرابی و نابودی زندگی مردم میخوان به قدرت برسن و سیاست ضد انسانی و کریهشون رو به نظرم تماما باید افشا بکنیم. آذر ماجدی، علی جوادی، با تشکر بسیار زیاد از شما برای شرکت در برنامه امروز، موفق و پیروز بشید. متشکرم. خواهش میکنم.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی براتون روزها و شبهای خوبی رو